بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و رحمت خداوند به شما. به برنامه بعد از خبر خوش آمدیم. امروز پنجمین سال روز رحلت جانگداز عالم فرزانه، فقیه وارسته و مجاهد بزرگ حضرت آیت الله العظما محسنی رحمت الله تعالی علیه است. کسی که به تنهایی تکیه‌گاهی بود برای مردم و آدرسی بود برای دفاع از مصالح و منافع اسلام و مسلمین، منادی وحدت و اخوت اسلامی و بنیانگذار بزرگترین و مهمترین و بی‌سابقه‌ترین مراکز و نهادهای دینی، علمی و معنوی در افغانستان. یاد و خاطره آن فقید سعید را گرامی می‌داریم و به روح بلند و ملکوتیش درود می‌فرستیم و از خدای متعال تمنا می‌کنیم که به همه ما توفیق عنایت بکنه که پیرو خط و مسیر نورانی، درخشان و تابناک آن اساره اسلام باشیم و در زمینه احیای امر آن بزرگ مرد که مبتنی بر اصلاح امور جامعه و هدایتگری و روشنگری نسل جوان و برپایی آیین‌های بزرگ، پرشکوه و مؤثر دینی برای وحدت و اخوت و همدلی و همگرایی اسلامی در افغانستان بود باشیم. در برنامه بعد از خبر امروز در محضر یکی از دست پروردگان آن فقید سعید، معلم افغانستان، حضرت آیت الله العظما محسنی، جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین غلام رسول ناطقی هستیم برای صحبتی کوتاه در مورد خدمات و خصائل اخلاقی و رفتاری ایشان. حاج آقا سلام به شما و بسیار خوش آمدید. سلام علیکم. منم ایام سالیاد آن فقیه جرفندیش، عالم وارسته، مجاهد همیشه در صحنه را از دریچه تلویزیون یزدیش تمدن برای خانواده معزز و مکرمشان، برای شاگردان و کافه امت اسلامی، خصوصا ملت مجاهد پرور افغانستان تسلیت عرض می کنم و آرزومندم که خدای متعال به همه کسانی که برای آبادانی این سرزمین دغدغه دارند توفیق پیروی از خط و مسیر و اندیشه های آن فقیه سعید را عنایت نماید. الهی آمین. بسیار کوتاه بفرمایید که مهمترین خصلت های رفتاری و اخلاقی حضرت آیت الله العظما محسنی چه چیزهایی بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عن امام صادق علیه الصلاة والسلام: العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس. حضرت آیت الله العظما محسنی رحمت الله علیه یکی از شخصیت های وارسته، مهذب و شخصیتی بیبدیل بود در جامعه افغانستان که دقیقا یکی از اموراتی که ایشان را برجسته ساخته بود همون رفتار کریمانه و اخلاق ارزشی ایشان بود که ایشان را این اندازه در بین جامعه و در بین اندیشمندان برجسته ساخته بود. من میخواهم در این مورد در دو بخش صحبت ها را خلاصه بکنم: یک، رفتار و اخلاقشان در کلاس درس، یکی هم اخلاق و رفتارشان در بیرون از درس با اجتماع و با مردم. در حوزه درس یکی از خصلت ها و یکی از امتیازات و ویژگی هایی که ایشان داشت این مسئله بود که همیشه تلاش میکرد تا برای دانشجو و طلبه انکشاف علمی را بیاموزاند. نه اینکه در بست یک چیزی را بگوید و دیگران هم بلبلوار اونا را در حافظهشان بسپارند. روی کردشان بیشتر ای بود که میخواست در مباحث علمی زوایای پنهانی او مسئله علمی را چنان مشگافی بکند و برای طلبه و دانشجو ای را بفهماند که یک مسئله علمی را باید از چی زوایای و از چی منظری باید بررسی کرد و عمق قضیه را و جوانب قضیه را
باید بررسی کرد. به تعبیری میشه گفت که ایشان روی کردش این بود که به دیگران ماهی گرفتن را یاد بدهد، نه که ماهی بدهد. بله. همیشه مبنایش این بود. یک مسئله. یکی دیگر از خصلت‌هایی که ایشان داشت و همیشه در سخنان ارزشمندشان این بارها تکرار میکرد، میگفت لا ادری نصف العلم. یعنی باید ما این را اعتراف بکنیم که داشت دانسته های ما در مقابل اون چیزایی را که نمیدانیم به مراتب بیشتر است. انصاف در علم این است که آدم چیزایی را که نمیدانه باید لااقل با این جرأت را داشته باشه که بگه نمیدانم. مجهولات ما خیلی بیشتر از معلومات ماست. بله. لذا ایشان همیشه روی کردشان این بود که به طلبه ها و دانشجویان میآموزند و یاد میداد که چیزی را که نمیدانید از خود مندرآوردی نکنید، برای جامعه اینها را بازگو نکنید. نمیدانید لااقل بگید که من نمیدانم. انصافی در علم است. و این خودش هم دقیقاً در سیره تدریسیشان همیشه این را مراعات میکرد. من یک خاطره عرض بکنم. یک موقعی یک روز ناگهان استاد ما رفته بود، غیبت داشت، با آجاقا اطلاع رسید که امروز فلان کلاس درسش تعطیل شده. بلا معطل ایشان آمد سری کلاس، گفت نباید درس شما تعطیل شود. من ایره حاضر نیستم که شما از روستاها از دوردست‌ها آمدید در اینجا و امیدی که در اینجا چیزی بیاموزید و وقت شما ضایع شود. لذا اینجا آمد یک مسئله، اتفاقا یک مسئله بسیار پیچیده بود که نیاز به این بود که باید خوب مسئله حلاجی شده قبلا می بود. بعد اینجا چون آجاقا یک باره آمد این موضوع را وقتی که مطالعه کرد در خلال تدریس، یک زاویه، یک بخشی از این مسئله حل نشدنی ماند، یعنی شقوق مختلفی داشت که تصویرش آنن کاری دشواری بود. بله. همون لحظه درس تعطیل کرد، گفت دیگه این نیاز نیست که من وقت شما را ضایع بکنم، بگذار که من این را به خانه ببرم دوباره مطالعه بکنم بعد بیارم. این نهایتی امو ظرفیتی که مسائل را که نمیدانه، نمیخواد که از هان دانشجو یا از هان طلبه یا از هان کسی را که از او سوال کرده اینا را مخشوش بکند یا به انحراف بکشوند یا حداقل وقتشون رو ضایع بکنه. بله. این اندازه در این مسئله دقت داشت و همیشه این مسئله را مورد توجه قرار داد، هم به شاگردای این مسئله را میگفت و هم خودش عملا این مسئله را بسیار توجه داشت. اما بحث دیگری که در کلاس درس از ایشان ما بارها آموختیم و دیدیم، یک حوصله‌مندی، کسی که اشکال میکرد با تمام با خونسردی تمام او را میشونید، دوباره بهش پاسخی منطقی ارائه میکرد، هیچ گاهی خسته نمیشود از اینکه یک طلبه یک شاگردی بیا اشکال بکنه. گاهی اوقات ممکن است مو لحن صدای شاگرد مناسب نباشد در مقام استاد عالی قدر اینچنینی، لذا هیچ گاهی ناراحت نمیشود، سوالاتی را که میدید منطقی است فورا پاسخی منطقی برش ارائه میکرد. اما بحثی دیگه هم در حوزه اجتماع، در حوزه اجتماع اخلاقیات و رفتارش یکی از مهمترین و برجسته‌ترین اخلاقش بود، خیلی مردم دوست بود. مردم جامعه برایش چنان اهمیت داشت. من یک بازم یک خاطره نقل کنم. یک موقع یکی از مقامات عالی حکومت آن زمان تماس گرفت که آقا امروز نیاز است که شما بیایید، از نظریات شما باید استفاده شود. در همون لحظه پشت تلفن گفت بعد از این شو در سایه حکومت شما دارد مردم بناحق کشته می شود، باز ما بیایم در کنار تو بنشینم که آقای فلانی عجب شخصیتی هستی، من بعد تا زمانی که جلوی این کشت و کشتار مردم بیگناه و مظلوم گرفته نشود من لازم نمی بینم که از این رفتنی در کنار تو این کلاس درس ما بهتر است. عجب. تا این اندازه نسبت به مردم مردم دوست بود، همیشه تمام دغدغه و تلاش برای بود که آسایش و آرامش برای مردم پیش بیاد، در حالی که ما خیلی از شخصیت‌های سیاسی یا شخصیت‌های مثلا کلانی را داشتیم که ما از اگر یک چنین تماسی از جایی گرفته میشد شاید دست و پا گم میکرد. بله. خدا میرسون، ولی ایشان با متانتی تمام پاسخ میده که نه، فردی معمولی نیست، فردی خیلی تراز اولی کشور است، ولی باز هم ایشان با قاطعیت میگه که نه، چون اینجا مردم ما مظلومانه و بی‌دفاع دارد خونشان میریزد من لازم نمیبینم. این یکی از خصلت هایی که ایشان، و نکته دیگری که در اخلاقیاتش ای جستجو میشد، ایشان به مثابه یک پدر مهربان برای کل ملت بود.
ای از همو صحبت هایش که از دریچه تلویزیون ارزشی تمدن پخش میشه همه هویداست که نیازی به بله. تذکر نداره. بله. همه نصایحش، همه همو صحبت هایش و یک خاطرات دیگری هم هست که حالا وقت اجازه نمیده بله. صرف نظر میکنم. بسیار استفاده کردیم. یک موضوع هم میخوام اشاره بکنین بسیار کوتاه که با توجه به اهمیت نسل جوان در جامعه به عنوان نیروی محرک و تحول آفرین، نگاه ایشان نسبت به این قشر از مردم نسبت به جوانان چگونه بود؟ در پاسخ به این سوال من باید این نکته را عرض بکنم. ایشان علاوه بر اینکه عملا روی مسئله پافشاری میکرد، نظرا هم یک کتابی را در این مورد نوشته است، جوانان و دوره جوانی. کتاب بسیار ارزشمند است. در اونجا آمده عواملی که باعث میشه جوان نتواند از این نیروی جوانی خود استفاده ببرد، اینها را هم در اونجا بازگو نموده است و راهکار برای که جوانا بتواند به شگوفایی برسد، این مسئله را هم در اینجا مطرح کرده است. اما عملا ایشان نهایت توجه و اهتمام را به جوانان داشت. میگفت این جوانان هست که میتواند یک جامعه را به سامان برساند. در کل ایشان در اون کتاب و در صحبتایش پیدا بود که میگفت مهمترین بخش زندگی انسان را دوره جوانی تشکیل میدهد. در این زمان تمام استعدادهای درونی انسان در حال شکوفایی و رشد است. نمیشود که ما بیاییم در اینجا یک مبارزه غیر منطقی بکنیم، جوانی نیروهای جوانی را سرکوب بکنیم. باید از این نیروهای جوانی مدیریت شده به نفع جامعه و به نفع کشور استفاده شود. و همیشه راهکار میداد، میگفت عمر انسان از طلا هم بالاتر، از طلا قابل ارزشه، ولی این عمر انسان قیمت گذاری نمی شود. لذا کسی که از عمر خود استفاده درست نمی کند بدتر از قمارباز است. قمارباز لااقل پول رو می بازد، ولی او انسانی، او جوانی که دوره جوانیش به بتالت سپری می شود، دوره جوانیش بدون اینکه یک برنامه ریزی داشته باشد ای سپری می شود، این بدتر از او قمارباز است که تمام هستی خود را، تمام ارزش ها و نیروهایی که ای در آینده برای سنین پیری برایش تأثیر گذاری دارد و راه و رویش او را به مشیگوفایی او را به ثمر می رساند، این مقطعی از عمر را به هدر داده است. لذا ایشان نهایت توجه داشت و همیشه سفارش می کرد، می گفت این دوران جوانیتان را ضایع نکنید، لااقلش باید شما 14 ساعت مطالعه بکنید. یعنی این مطالعه کردن به عنوان یک برنامه مهم در زندگی شما باشد تا شما بتوانید مصدر خدمت برای جامعه قرار بگیرید، چون امید جامعه شما هستید. این از مهمترین نصایح ایشان بود و پافشاری به این مسئله داشت و در مدرسه علمی خاتم النبیین هم برنامه ها را به گونه ای طراحی کرده بود، به گونه ای تنظیم کرده بود که طلبه اگر میخواست خوب از این اوقات خود استفاده کند، وقتی برای که بتالت و فراغت باقی نمیماند. برنامه به این اندازه منظم طراحی شده بود. به طراحی برنامه های خاتم النبیین، حوزه علمی خاتم النبیین اشاره فرمودین، خیلی مناسب است که در همین جا این سوال مطرح کنیم که وقت شناسی و استفاده از فرصت ها در حیات فردی حضرت آیت الله عظما محسنی چه جایگاهی داشت، مخصوصا از این منظر که یکی از رازهای بزرگ شدن بزرگانی مثل آیت الله محسنی و دیگران این است که از فرصت ها و وقت و عمر به خوبی و در حد عالی استفاده میکنند. آنچه که پیداست نیاز به توضیح ندارد. بله. آنچه که بیان است چی حاجت به بیان است. همین که ما امروز این همه آثار علمی و این همه خدمات ارزشمند را در جامعه خود میبینیم، حس میکنیم، اینا را عیناً میبینیم، اینها نشان از این دارد که نهایت توجه به عمر و نهایت توجه به تنظیم اوقات خود داشته. باز هم برای از اینکه این مسئله کمی مشکافی شود یک نکته را عرض بکنم، به عنوان یک خاطره عرض بکنم. ایشان همون اندازه که به وقت خود اهمیت میداد، به وقت دیگران هم اهمیت میداد. خودش برنامه ها به گونه ای تنظیم شده بود که اکثریت اوقاتی که وقتی استاد غیبت داشت، وقتی که می آمد سر کلاس می گفتم این لحظه من از پشت کتاب برخواستم و آمدم که وقت شما ضایع نشود. یعنی یا در حال نوشتن بود یا در حال مطالعه بود و اکثریت آثار پرباری که بیش از 100 تا اثر ماندگار و اثر که خیلی هاش مطالب علمی و عمیق است که یک از اساتید، خیلی از اساتید حتی همو
صراط الحق را یعنی برایش هضم نمیشد که رو تدریس بکند. ایشان او را در آوان جوانی خود با چی فکر عمیقانه او را به رشته تحریر در آورده بود و خیلی ماها و امثال ماها تا هنوز عجز داریم که او را بفهمیم تا برای دیگر را تفهیم بکنیم. این نشان از این مسئله دارد. یک نکته دیگر هم عرض بکنم که ایشان راجع به وقت شناسی چقدر اهمیت میداد. خاطره بسیار جالب است. همون روز مادرشان خدا رحمتشان کند به رحمت خدا رفته بود. امی که جنازه مادرشان را داخل قبر گذاشتند، از اونجا تشییع تمام شد، بدون اینکه گزارش رسید که درسی فلان کلاس که در اون کلاس ما بودیم، درسشان استاد نیست، بدون اینکه برود تا خانه را، خب مادر است، از نظر عاطفی بالا انسان فشار میآید، طبیعی است دیگه، هر کسی باشد، مادرش تازه مادر خود را با دستان خود برده داخل قبر گذاشته است، از نظر عاطفی حق داره باید بره در اونجا یک خلوتی، یک گریه، یک دل خود را خنک بکند. ولی بدون از اینکه امی یک فهمید که کلاس درس فلانی تعطیل شده، دیگه کلاس ها هم که حاضر نشد که کلاس درس تعطیل شود، در همون لحظه آمد سر کلاس، درس ما را ادامه داد، درس خوان، بعد از درس تمام شد طرف خانه خود رفت. این نشان از این دارد که ایشان دقیقاً وقت ها را مدیریت میکرد، دقیقاً به وقت خود و به وقت دیگران اهمیت ویژه میداد. به مول لحاظ است که این همه آثار در جامعه ماندگار ازشان مانده، به خاطر که مدیریت وقت را بسیار به حد اعلایش رسانده بود. حضرت آیت الله محسنی رحمت الله علیه برای عرضه خدمات دینی و اجتماعی توجه خاصی به نهادسازی داشتند. یعنی این همه نهادی که از ایشان به یادگار مانده، مثل حوزه علمیه خاتم النبیین، مثل مدرسه خدیجه الکبرا، مثل تلویزیون تمدن و سایر نهادهای مهمی که ایشان تأسیس کرده و بنیان گذارش بوده، نشانه ای است که به نهادسازی اهمیت خیلی خاصی میدادن. با محض اینکه ایشان از نجف برمیگردن به افغانستان بعد از اتمام تحصیلات دینی، اقدام میکنند به تأسیس مساجد و تکخانه هایی در قندهار و هلمند. این برنامه ها و اقدامات معطوف به چه اهدافی بوده از طرف ایشان؟ من اون روایت را که در اول سخن عرض کردم خوب است که یک ترجمه بکنیم. امام صادق علیه السلام طبق نقلی که منسوب به ایشان هست میفرماید عالم به زمان کسی است که هیچگاهی مورد هجمه قرار نمی گیرد، یعنی ای که کارهای خود را به گونه ای طراحی می کند، دورنمای کارهای خود را به گونه ای طراحی کرده است که در مسیر زندگی خود هیچگاهی به بنبست مواجه نمی شود. نهاد سازی در تمام جوامع برای ماندگاری اندیشه ها، باورها، رویکردها نقش اساسی را دارد. مساجد، مراکز علمی، مراکز خدماتی، اینها برای که یک فکر، اندیشه و یک ایده ماندگار شود و نسل در نسل در بین جامعه باقی میماند، این لازم است که باید این گونه نهادسازی شود. به تعبیر یکی از بزرگان ما که مساجد سنگر است، سنگرها را خالی نکنید. در واقع این نهادها مثل مسجد، حسینیه، مدرسه و همسال اینها به مثابه سنگر است که هرگاه سنگر باشد سنگردار خواهد پیدا شد، ولی اگر سنگر نباشد ممکنه سنگردار هم نتواند سنگرداری بکند. لذا ایشان برای که این تفکر و این ایده همین گونه ماندگار بماند و در تمام مقاطع تاریخی بتواند جامعه به رشد شکوفایی برسد یا بر روشنگری خود ادامه بدهد، نیاز است که باید نهادها باشد. لذا ایشان با توجه به یک دوراندیشی خاصی را ایشان داشت، لذا آمد به مواقع مختلف و مناسبت‌های مختلف و در مقاطع مختلفی از زندگی خود نهادهایی را پایه‌ریزی کرد که این نهادها می‌تواند برای نسل در نسل جامعه افغانستان عزیز ما ماندگار شود و مصدر خدمت شود و این اندیشه ها و این ایده ها نسل در نسل انتقال پیدا بکند. لذا این نهادسازی ها به این خاطر بوده تا اینکه امی اندیشه و امی تفکر ماندگار بماند. این از اقدامات اولیه حضرت آیت الله محسنی رحمت الله علیه بود. بعد از اینکه ما شاهد در واقع کمال معنوی و علمی حضرت آیت الله هستیم،
میبینیم که نهادسازی هایشان هم کاملتر و ماندگارتر و مؤثرتر میشه، مثل حوزه علمیه خاتم النبیین، مثل تلویزیون تمدن، دانشگاه خاتم النبیین و اینا، مواریس بسیار ارجمند و مهمی که از ایشان به یادگار مانده. این نهادها چه نقشی در رشد علمی و مدیریت اخلاقی و معنوی جامعه داشته؟ از انصاف نگذریم، خروجی حوزه علمیه خاتم النبیین امروز برای لااقل برای جامعه شیعه، لااقلش میگم، البته خروجیش برای هم است، لااقلش برای جامعه تشیع از آفتاب کردم روشن‌تر است. کسانی که فراغتشان از دانشگاه خاتم، از حوزه علمی خاتم النبیین بوده یا از دانشگاه خاتم النبیین بوده، روشنگریشان در جامعه به قدر است که کاملا جامعه و مردمی که همین لحظه ما را میبیند آثار و برکات این خروجی را عیناً میبینند. لذا ما میتوانیم بگوییم که حوزه علمی خاتم النبیین در تحول بزرگ علمی، فرهنگی و اجتماعی در جامعه ایجاد کرده است و این آثار هر چقدر زمان میگذرد، ما امیدوار هستیم که امو سیره و امو روشی که در زمان خود حضرت آیت الله مرحوم وجود داشت، حالا هم مدیران این مدرسه مبارکه امو روی کرد را تعقیب بکنند، لحظه به لحظه تمام امو برنامه هایی که ایشان اونها را روی دست داشت، امونا باید به شکل مستمرش ادامه پیدا بکند، کم نشود و بیشتر از او شود، میتواند در آینده هم بیشتر از این مصدر خدمت قرار بگیرد و جامعه ما امروز الحمدلله این آثار را به خوبی میبیند. و در از نظری که دانشگاه خاتم النبیین که در اونجا هم وقتی ما میبینیم در امو زمانی که جامعه یک مقداری از نظر علمی رو به رشد بود و گرایش مردم به دانشگاه ها و مراکز علمی بیشتر بود، ما آثار و برکات دانشگاه خاتم النبیین هم کلن در جامعه می دیدیم. یعنی در خیلی از دانشگاه های دیگه کسانی که از اینجا در مقطع معاصری فارغ می شدند اونجا می توانستند که خب به عنوان استاد باشد. اینا از خروجی هایی است که برای تحول علمی فرهنگی در جامعه ثبت شده و همه اینا را حس می کنند. در مورد طلاب حوزه علمی خاتم النبیین هم گفته میشه که تقریبا بدون استثناء همه طلابی که از خاتم النبیین فارغ شدن و برای ادامه تحصیل راهی نجف اشرف شدن در مدارس و حوزه های علمی نجف اشرف پذیرفته شدن. بله چنین است. بله. تأسیس دو نهاد علمی معنوی، شورای علمای شیعه و شورای علمای شورای اخوت اسلامی، از خدمات و دستاوردهای راهبردی و بسیار بسیار مهم حضرت آیت الله العظمای محسنی است. در این میان تأسیس شورای علمای شیعه چقدر به انسجام درونی علما و احیای نقش هدایتگرانه اونا در جامعه کمک کرد؟ در پاسخ به این سوال این نکته را عرض بکنم، تا اون اندازه که من در سطح جامعه با مردم سر و کار داریم، یک مسئولیت های اجتماعی که داریم با مردم همیشه در این قضایا دخیل هستیم، میبینیم مشکلات مردم را، تا امروز تنها دریچه‌ای که مردم به او امید دارند و چشم دوختند به او نهاد شورای علماست. انتظارات مردم خیلی از شورای علما عالی است، بالاست و انتظار دارد که باید شورای علما بیشتر از این مسیر خدمت قرار بگیرد و در مسیر هدایتگری و روشنی افکار جامعه بیشتر از این باید فعال شود. ما این را بازم از این تریبون از مسئولین محترم شورای علما می تقاضار داریم که این انتظارات مردم باید همون گونه که هست باید به حق باید پاسخ داده شود. یک نکته. نکته دوم، با تحولی که پیش آمد شورای علما جامعیت خود را بیشتر از پیش ساخته است و امروز در تمام اقصا نقاط کشوری عزیزمان افغانستان نمایندگی های شورای علما فعال هست و از اونجا گزارش هایی که در اونجا هست اونها را به مرکز و از مرکز تمامی مسئولیت هایی را که متوجه اونها میشه از اینجا به اونها مخابره میشود و این توانست است که یک انسجام و یک اتحاد و یک هماهنگی را در بین جامعه شیعی به وجود بیاورد. الحمدلله جامعه شیعه منسجم متحد، همون لحظه که شورای نماینده های شورای علما به پیش
پیش مراجع در نجف رفتند، اونا سفارششون این بود که باید جامعه منسجم متحد تعامل را در پیش بگیرد. همون تا امروز نسب العین جامعه ما شده است. در هیچ جای ما نمیبینیم که مردم ما خدای نخواسته کدام حرفی که بتواند جامعه را از انسجامش را کاهش بدهد یا کدام حرکتی که باعث اخلال در نظم عمومی شود، اینها را نمیبینیم. این یعنی که شورای علما تاثیرگذاری خود را داشته، همین که برای مردم گفته که رویکرد ما تعامل است، رویکرد ما اخوت است، رویکرد ما برادری و همزیستی مسالمت آمیز است. امیر تانوز مردم ما، جامعه ما الحمدلله با مو درایت و با مو فهم و ذکاوتی که دارن اینا را رعایت میکنند الحمدلله. الحمدلله. در مورد آثار علمی حضرت آیت الله بسیار کوتاه میخوام صحبت بفرمایید. آثار علمی ایشان مانند معجم الاحادیث المعتبره از مرزهای ملی فراتر رفت و در بسیاری از کشورهای اسلامی همسایه و غیر همسایه مورد استقبال قرار گرفت و تبدیل شد به یک مرجع و منبع علمی معتبر. این اتفاق چقدر و در واقع چه جایگاهی در پویایی دانش دینی و افتخارات علمی دنیای اسلام داره و جامعه افغانستان از این جهت چقدر باید با خودش بباله؟ ببینید، یک بحث در حوزه رجال یا روش‌شناسی است که تا امروز کتاب‌های حدیثی که آمده اکثریت علما شاید فرصت اینچنینی برایشان پیدا نشد و یا ای که بستر مناسب نبوده، نتوانستند که یک تفکیک بین روایت‌های صحیح از سقیم داشته باشند. ایشان با امو درایت و با امو فهمی که داشتند، با امو ذکاوت و تیز فهمی که داشتند، توانست که همین معضل را برای جامعه شیعه یک بار حل کند. از بین اون همه روایات آمد، روایت‌های معتبر را همه ایشان را در یک معجم الاحادیث المعتبر در یک مجموعه اینا را گردآوری کرد. لذا ای امروزه کار را برای محققین، کسانی که می‌خواهند در حوزه فقه، در حوزه مسائل فقهی، مسائل اعتقادی، مسائل اخلاقی غور و بررسی بکند، تحقیق بکند، این کار خیلی آسان کرده. میتواند که روایت های معتبر که از نظر سند و از نظر دلالت معتبر است، اینا را به راحتی از معجم الاحادیث المعتبر بگیرد و برای افکار جامعه اینا را منتقل بکند و این میتواند یک اسلام ناب محمدی را برای جامعه منعکس نماید. بسیار سپاسگزار هستم از توضیحات شما و تشکر میکنم از حضور پربرکت شما در این برنامه. بسیار استفاده کردیم. ابعاد و زوایای پنهان شخصیت حضرت آیت الله العظما محسنی رحمت الله تعالی علیه برای ما و بینندگان عزیزمان مکشوف و شناخته شد با توضیحات حضرت عالی. خداوند روح بزرگ، بلند و پرشکوه حضرت آیت الله فقید را از همه ما شاد و راضی داشته باشد. برای سلامتی خودتان و آمرزش اموات خودتان و شادمانی روح حضرت آیت الله صلوات ختم می‌کنیم.